ولی خانم شرمندم، ندارم ماشین. خب روز عید دیگه بچه ها همه رفتن. بله بله میدونم اینجا آژانس دوستیه، ولی خب یه اساسنامه ای هم داره دیگه. بله میبخشید، خب اینا به بشرن، باید برن، خانواده دارن، زندگی دارن. خیلی معذرت میخوام خانم، ایشالله دفعه دیگه جبران میکنم. خداحافظ. باد چی شده؟ روشن نمیشه؟ قربون دستت، یه استارت بزن. بابا این ماشین رو یه خروس خندی بگیر. یادش به خیر هوشنگ، اگه اینجا بود با یه ضربه ماشین رو روشن میکرد. باز رفته این مهندس دیوونه رو از تیمارستان برداشته رفته شمال. این هوشنگ آدم به شو نیست. هوشنگ دیگه. قربون دستت، یه استارت بزن. به جای اینکه بره بیمارستان باباشو ببینه، رفته تیمارستان اون مهندس دیوونه رو برداشته برده شما. قربون دستت، یه استارت دیگه بزن. آها روشن شد. منو نداشتی چی کار میکردی؟ همینو بگو آقای رئوفی، باید بدم زیراکس کنم. آقای رئوفی میگم شب و عید و بد بگذرون، امسال بیا بریم خونه ما. نه، آژانس دوستی شب عید معنا پیدا میکنه. بفرمایید شما. بابا این سنت ها که بی خودی به وجود نیومدن، حتما یه حکمتی توشون هست. تو بچسب به سنت هات. داره زنگ میزنه، باید برم. باشه، ما هستیم و همین سنت ها، همین عید و نوروز، ولش هم نمی کنه. الو بفرم. سلام مقدم جان، حالا چطوره؟ عزیز جان ببین، امروز اینجا خیلی تقلقه، ماشین ندارم، متاسفم، همه بچه ها رفتن شب عیده. آره جانم باشه، یه کاریش میکنم برات، برات یه کاریش میکنم. چرف فرودگاه، چرف 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 حتما. تهران جان، جان داری میری خونت، سر راهت این آقای مقدمم برسونش فرودگاه. سر راه من که فرودگاهی نیست بابا، مشتری خودمونه دیگه، زحمتشو بکش. من باید الان برم خونه. ای بابا عیده، همه جا خلوت، 5 دقیقه رفتی و برگشتی. بابا روز عیده کلی کار دارم، زن و بچه آدمم حقی دارن. خب ترانی جان من میشناسم این مقدم و آدم دست دلوازیه، وقتی دیگه عیدی حسابی هم بهت داد دیگه. بیا ترانی جون، عیدت مبارک، برو عزیزم. Thank you.
پری جون عیده، نمیخوای بیای بابا رو ببینی؟ ها؟ یه لب توش، یه لب شیری، نمیخوای دست گردن بابا بندازی بابا رو ببوسی؟ ها؟ من حالا ناز کیو بخرم؟ 19 سال نیستی بابا، من اینجا تنها، من اینجا تنها، خوش اینجا بودی، خوش اینجا بودی مری جا. مری سلام آقا، ببخشید من یه عروسک میخواستم. بفهم در خدمت هستم. من عجله دارم، خودتون یه عروسک که قیمتش هم مناسب و خوب باشه لطف کنید. ما عروسک های گریه و خنده داریم، سخنگو هم داریم، شما باید انتخاب کنید. حالا شما خودتون یه دونه رو که خودتون میدونی خوبه مناسبه انتخاب کنید، خیلی ممنون میشم. این عروسک دارم که گریه و خنده هستش. به به، چه قشنگه، پستونکم که داره. خب یکی دیگه؟ و اینم دارم که چارکاره هستش. چارکاره؟ یعنی چی کاره؟ یعنی گریه، خنده و پدر و مادر میگه. خب حالا یه کار بکنه ببینیم. نه نه، گریه نکنه، فقط بخنده، بابا مامان بگه. خب قیمتاشون چنده؟ برای شما چون شب عیده، این چارکاره در میاد 9800 تومن و این گریه و خنده هم در میاد 4500 تومن. نه نه، یه خورده ارزونترشو نداریم؟ خب دم در که نمیشه، تشریف بیارید تو، تایوانیش هم دارم. شما تا کی هستی؟ ما تا 1 ساعت دیگه هستیم. پس من برمیگردم خدمتون. ببخشید، خداحافظ. خداحافظ. سرکار جون، سرکار جون، تو رو خدا نمیسی، رفتم برای بچه هم عروسک بگردم. آقای تهرانی بیا، خودشون میبندن.
بابا ماشین تو هم که همیشه خرابه. آقای مقدم شما چرا همیشه عصبین؟ شب عیده بابا. اگه روشن نمیشه یه ماشین دیگه خبر کنیم. قلق داره آقای مقدم، حوصله کن. این که نشد وقت، بفروش یه ماشین درست حسابی بخر. بفرمون. دیدین گفتم قلق داره؟ کار دنیا رو باید با حوصله حل کرد. چه کار کنم؟ بلم نمی کنن که بشینم خونه. هی عمه میاد خاله میره، دایی میاد عمو میره، مسخره بازی که نیست های تهرانی. هر چیزی یه حدی داره. به اندازه یه پول بلیتی که دادم باید میوه و شیرینی و پسته یک کیلو 3000 تومان میخریدم. من که علاف شما نیستم آخه. ولی آقای مقدم دید و بازدید عیدم برای خودش لطف میداره. آخه مگه من موزه ایران باستانم که بیان بازدید؟ بابا تعطیلات به زندگیتون برسید، اینقدر مزاحم همدیگه نشین. اینقدر از این کارهای ایرونیا بدم میاد آقای تهرانی. اونم دیوونه است، به من میگه از ایران برام سمنو بردار بیار. بچه ها سمنو خواستن؟ نه آقا، بچه ها چه میدونن سمنو چیه؟ زنم دلی سمنو میخواد. این که کاری نداره، الان میگیری. آها، اینم سمنو. سلام فتانم. سلام آقا تهرانی. سلام پسرم، حال چطوره؟ حال شما خوبه؟ قربان محبتتون. شما خانم بچه ها خوبن؟ خوبن، سلام میرسونم خدمت شما. آقا کدومش خوبه؟ اینا که استاندارد نیست، کرا کسیف نباشه مریضی چیزی بگیره. نه آقا، کار عفت خانم حرف نداره، همه کارش درسته. خدمت شما. خیلی خوشگله، بزن سالک و زیگیلم در بیاره. چند تقدیم کنم؟ 100 تومن میشه. خدمت شما. خدمت شما. خیلی شایده. چرا پسرم، برمیگردم میگیرم. خداحافظ شما. خداحافظ. عفت خاله زمسونا آش درست میکنه، عیدا سمنو. کارش تمیزه، همه میشناسنش. با همین آش و سمنو 3 تا بچه صغیر و بزرگ کرده، 2 تا دخترش رو فرستاده دانشگاه. اینم پسرش. باریکلا. ولی شما که باش آشناییم بهش بگین یه روپوش سفید بپوشه که مردم فکر نکنن کثیفه. در هر صورت واقعا کارش تمیزه، تمیزه. نخواستم آقای تهرانی، غلط کرده، دلش سمنو میخواد. نگاه کن، حالا مردم فکر کنن این چیه روی لباس من ریخته. خب خودتون درشو باز کردین انگوش بزنین، وگرنه نمیریخ. نخواستم آقا، سر را ببریم بدیم به یکی دیگه. چشم آقا، قابل نداری جانه. بفرمایید. سلام علیکم. ببخشید قربان، میشه منو تا یه جایی برسونی؟ خیلی ممنون میشه. تاکسی های فرودگاه اونجا و اونجا. درست میفرمایید، ولی خب رفتم الان صفه، منم اون تو یه خود معطل شدم، نفسم گرفته، خلقم تنگ شده. اگه میشه منو تا یه جایی، آژانسی، چیزی برسونین ممنونم. اتفاقا خود من راننده آژانسم. به شما میگم که اصلا سوار این ماشینای غیر استاندارد نشین آقا، خطرناکه. بله بله درست میفرمین، ولی خب آدم خوبم از 1 کیلومتری پیداست، من شما رو دیدم زود فهمیدم. پس خودتون راننده آژانسی؟ بله، راننده آژانس دوستی. اجازه بدین یه کارتی به شما بدم.
اجازه بفرمایین. این کارتین چی شد؟ بله بله پیداش کردم، بفرمایین. اومدم خدمت. خوب که اینطور. خدمت شما. به به آژانس دوستی، چه اسم قشنگی. من معذرت میخوام، کارت شناساییم همرام نیست، ولی به جاش نمک و فلفل هواپیما رو میدم خدمتتون. دست شما درد نکنه، ما رو نمکگیر کردین. اختیار دارید. خیلی ما نمکگیر. آقای تهرانی هستم. بسیار خوشبختم جناب آقای تهرانی. حالتون چطوره؟ قربان شما، شما چطوری؟ تشکر میکنم. خانواده چطورن؟ اونا هم سلام میرسونن. شما خوبین؟ خانواده شما چطورن؟ خانم بچه ها؟ خیلی معذرت میخوام، خانواده منو شما از کجا میشناسین؟ خیلی معذرت میخوام، شما خانواده منو از کجا میشناسین؟ بس روشن کن بریم. نه خوشم اومد. دلم باشو چه دودی جان جان. کیف کردم. خیلی ببخشین آقا، چون عجله دارم هر جا مناسب بود نگر میدارم، کرایم از شما نمیگیرم. آخه دلم باشو. هوا که امروز زیادم خوب نیست. هوا به چه درد من میخوره آقا جون؟ یه بار دیگه تهرون رو دیدم، خدا رو شکر. جان جان کیف کردم، چه دودی. مگه چند وقتی که دود تهران رو نخوردی؟ 6 سال و چندین ماه. 6 سال که چندان زیاد نیست. بله اگه خونه خودت باشی چیزی نیست، اما اگه زندان باشی 6 ساعت هم خودش یه عمره. مگه شما اونجا معذرت میخوام زندان بودین؟ اونجا کلش واسه من زندانه. بله هوا که تاریکه صبح زود پسره بلند میشه، بچهشو میبره مهد کودک، خانومشو اداره، خودشم میره دنبال کارش. تا کی؟ تا بوق سگ. من میمونم تنها پای پنجره. خب شما میتونیم برین پارک، برین راه برین، قدم بزنین. 11 ماه سال زمستونه، 1 ماه بهار و پاییز و تابستون. 11 ماه زمستونه؟ بله پس چی؟ از خونه بیای بیرون باید سگلرز بزنی تا برگردی. تازه هم صحبتی نیست کجا بری. یه بار خیر سرم رفتم پارک، یه مش نخود کشمش دادم به یه بچه داشت بازی میکرد، آقا پلیس اومد مچ ما رو گرفت، ما رو بردن کلانتری ببینن این چیه، نخود چی رو دادن آزمایش. بالاخره درد سرت ندم، ما رو که ول کردن موقع برگشتن گم شدم، آقا دوباره آجان ما رو برد تحویل پسرمون داد. بس با نخودچی هم آشنا شدن. بزرگر رو 2 سال ندیدمش. آخه اون یه شهر دیگه از این یه شهر دیگه خیلی دوره. این بچه اگه عموشو ببینه وحشت میکنه. چرا؟ چون نمیشناسش که. خدا بیامرز. کاش بود و میدید تهرون چقدر چوبه شده. همه اینجاها بیابون بود. یادش بخیر. خانوم مریض بود، پروندهشو فرستادیم واسه بچه‌ها، گفتن اگر بیان اینجا اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم، اگه نیاین مادرمون طوریش بشه خونش گردن توه. یه خونه کلنگی داشتیم به مفت دادیم رفت، خودمونم آواره کردیم. پس خانم اونجا هستن؟
خدا پدرتو بیاموز. به یه سال نکشید. خدا رحمت شما. خدا رفتگانتو بیاموز. نه ختمی نه خیرات. خدا رحمتشون. خدا رفتگان تو بیامرز. اومدیم شالا کلا کنیم و برگردیم. بچه‌ها گفتن کجا؟ تو کسی رو نداری؟ ما که اینجای مادرمونم که رفته. اونجا به درد ما که نمیخوره. تا می آمدیم سر خر کج کنیم برگردیم، میگفتن صبر کن فلانطور بشه، صبر کن هالیدی بشه، صبر کن فلان بشه. خلاصه بزک نمیر، بهار میاد کمبوزه با خیار میاد. بله بالاخره دلو زدم به دریا، خودم بلند شدم رفتم بلیتو گرفتم، کارامو کردم. درسته ما اونجا دست با چلفتی هستیم و کاری ازمون بر نمیاد، ولی دیگه چاره ای نبود. دیروز یه نامه نوشتم گذاشتم رو میز و فلنگو بستم، گفتم امسال عید اگر تهرون نباشم و پای سفره هفت‌سین نشینم، شاید سال دیگه من نباشم. اینجا کسی هم داریم؟ وح اختیار داریم. ماشالله برادرم مثل شاخ شمشاد، بچه هاش همه دکتر مهندس، دکتر مهندس. شما هم تشریف بیارین تو یه چایی بخوریم، خستگیتون درده. خیلی ممنون، منم باید برم خونه، بچه ها منتظرم. خلاصه تعارف نکنین، منزل خودتونه. سلامت باشی. خیلی مونده؟ نه همین خیابونو بپیچین سمت راست یه خود پایین تر، من پیاده میشم. ببخشید یه ماهی فروشی هم این بغلا بود، اگه میشه نگردن من یه ماهی هم بگیرم. ای بچه. آها اینجا سبزی فروشی و اینم ماهی فروشه. به به خیلی ممنونم. خیلی خوبه. وای بخوش کشم. نه خودت بگی. آخه دم عیدی اینم شد شا؟ نه خودمونی، به کسی نمیگم. این برگ جریمه رو چی میگی؟ مغرضی ما؟ خب بفرما. به به چه ماهیایی، یکیش مرده یکی زنده. شما بالاخره کجا بیاده میشی؟ سب ببینم اینجا چه خیابونیه؟ خب خیابون نواب دیگه. خب منم همین فکر کردم وقتی پیچیدیم، ولی آخه پس بقالیه این پهن نبود اون چیزه. آقا خیابون نواب کلن عوض شده. بالاخره این خونه برادرتون پیدا نکردین هنوز؟ بعد از چهارراه گلکاره سر کوچه دولت. یه لبنیاتی، یه لبنیاتی نجمی. آقا عجب ماستی، عجب ماستی. بله ماستش خیلی خوبه. میدونین آقا شب عیده، منم باید برم یه کمی به خونه و بچه ها برسم. بله بله به درسته. شما کاری به این کارا نداشته باش، آدرسو بده من پیدا میکنم. آدرسو؟ بله، گفتن کجا بیاییم. چیزی نگفتن. یعنی شما آدرس نداری؟
نه آدرس که آخه خب خونه برادرمه، آدرس نمیخواد. خب آخه روغن نبوده که آب بشه بره تو زمین، که همین جاها باید بشه دیگه. سر یه کوچه، این کوچه نیست. خب فکر کنم باید همین جاها باشه. اینم یه کوچه. آقا شما نگر دار دیگه، همین جاست. همین جاها؟ بله. خب انشالله که به سلامتی. سلامت باشی. سلامت باشین. خیلی ببخشید، اینجا چند وقته که چیز شده؟ اینجا تقریبا دو سال و نیم خراب کردن و ساختن. اون وقت اونایی که اینجا بودن شما نمیدونین کجا رفتن؟ نه نمیدونم، اصلا اطلاع نداریم از اینا. شما آقای رستمی رو نمیشناسین اصلا؟ آقای رستمی نه نمیشناسم. برادر بنده است. نمیشناسم. خواهش میکنم ببخشید. خدا حافظ شما. باشه که خراب کردن. اجازه میده یه دور بزنیم ها؟ با اجازه. شما که هنوز اینجایی؟ هیچی سر جاش نیست. من که گفتم بیا بریم آدرسشون رو پیدا میکنیم. بیا بریم. بیا
شما همین جوری میگی نواب نواب. هنوز که تو این آپارتمان ها کسی زندگی نمی کنن. من فکر کردم شاید باید یکی از این خونه های پشمشتی باشه. نه خیلی همینجا بودن بر خیابون نفشه کوچه. بله. اما بودن با هستن یه فرسخ فاصله داره. بله. منم یه زمانی امیرالسلطان نامدار بودم. این خیابونم خیابون نواب نیست. بله. لبنیات نجمی کجا و آپارتمان های برلن شرقی کجا؟ بله. تو شهر خودمونم غریبیم و گم میشیم آقا. یه شعری اونجا میخوندن خیلی قشنگ بود. من میگفت I when I was young man. نه این که نبود. خلاصه منظورش این بود که سر تو به جنبونی بهار عمرم تموم شده و رفتی. ما که در خدمتیم قربان. سلامت باشین. سلامت باشین. شما لطف داریم. بله خلاصه ما پیداش میکنیم. چی رو؟ جوونی رو یا خیابون نوابو؟ بله بله منظورم برادرتونه. حالا شما شماره تلفنی آدرسی چیزی دیگه ای نداری؟ باز ببینم. بفرما اینم وایس. آقای تهرانی خیلی ببخشید شما دوریالی خدمتتون است؟ برای تلفن دیگه دوریالی کاری صورت نمیده. بفرما پنجتایی شده. این یکی هم هست ها؟ نه باشه ببینم حالا این چی کار میکنه. ده. الو منزل آقای رستمی؟ یعنی الان تشریف ندارن؟ اصلا به کل از اونجا رفتن؟ ببخشید شما شماره تلفنی آدرسی چیزی ازشون دارین؟ الو الو قد کرد. چی شد پس؟ میگه از اینجا رفتن. ای که خب بیا دیگه معطل چی هستی؟ آقای تهرانی جانم جان این خیابونو که بریم بپیچیم بالا شرکت آقای مهندسه. ایده شد دیگه میریم الان. بریم ایده شد باکن من رستمیم. بفرمی من دیگه نمیام. بفرمی تو مهندس ناراحت میشه. یه چایی با هم میخوریم و زود میریم. آه کجا میری تعطیله؟ آقا جان میدونم تعطیله، میخوام با آقای مهندس رستمی صحبت کنم. تشریف ندارن، عید تعطیله. پس شما لطف کنین آدرس منزل جدیدشونو به من بدین. ندارم آدرسشونو. آقا جان ایشون عموی آقای مهندسن، از خارج اومدن. اگه ممکنه شماره آقای مهندس بدین که ما باهاشون تماس بگیریم. والا من اجازه ندارم که به کسی شماره رو بدم. آقا جان نگاه کن ببین این مگه آقای مهندس رستمی نیست؟ نگاه کن ببین اسم منم رستمیه دیگه.
والا رستمی ها خیلی هستن فامیلشون به هم میخوره. آقا شما نمیتونین با آقای مهندس تماس بگیرین بگین عموشون اینجا تشریف دارن؟ شما اجازه دارین شمارشون به ما بدین یا نه؟ بله خودت که میتونی بهش تلفن کنی، تلفن کن بگو عمود اینجا وایساده، یا بیا یا اصلا گوشی بده من خودم باهاش صحبت میکنم. آها این شد. بله بگی. سلام عرض کردم آقا مهندس. عیدتون مبارک. تبریک عرض میکنم. آقا مهندس عموتون اینجاست. لطفاً زودتر تشریف بیارید. نه بده من باش صحبت کنم. من دارم بهشون میگم دیگه. نه بده من بگم. بذار با عموشون صحبت کنیم. الو پدر سوخته. الو کسی نیستش که؟ تلفن منشی بود. الو بابا منشی تلفنیه دیگه. بله بله. آقا شما میتونی یه کاری بکنین؟ اگه ممکنه شما رو تلفن خودتون رو به ما بدین، ما با شما تماس میگیریم که عموش تماس گرفته یا نه. چش حالا لطفا تشریف داشته باشید، یه شیرینی اینجا بخورید. نه نه مزاحم نمیشه. دستتون درد نکنه. بله ای بابا نمیخوام. یه شیرینی دست شما درد نکنه. مبارک باشه. عید شما مبارک. عید تو مبارک. خواهش من قابل نداره. خب حالا شام اینجا بمونید. خیلی ممنون. سلام. حالا بچه‌ها کوفته برنج اینجا درست کردن. بچه تو سلوی پول ماهی نپختن. ندونستیم ماهی بخریم کوفته درست کردیم. ماهی چه تو نتونستی گرونه ماهی نه. باره گرونه نمیشه. خیلی نمیتونن. اون سویچ رو یه دقیقه بده. بله بفرمین خدمت شما. من یه کاری انجام. الان میام خدمتتون. آقا اینم کارتم داشته باشید. دست شما درد نکنه. خدمتتون بازم هست و قربون دستتون کامپیرین باشینه. خواهش میکنم قابل نداره. خدا زیادش کنه. گرفتی؟ بله بله خودشونه. این قابل شما رو نداره، بدیم بچه ها درست کنن. این چی آقا؟ ماهیه، ماهی سفیدم که نیستش، ماهی سنگ سره. دست شما درد نکنن، خیلی ممنون. قابل شما رو نداره، سلامت باشید. مرسد ببخشید. اختیار دارید. خجالت میدادید. خواهش میدادید. خدا حافظ شما، سال خوبی داشته باشی، عیدت مبارک باشه. خیلی ممنون. تو قربان شما. تن شما در دل. آقا هم خداحافظی میکنم. عید شما مبارک. خیلی ممنون. تشکر شما. مرمت خدا ممنون. تشکر. عیدت مبارک. خدا حافظ. خدا حافظ. گفتم یه بار دیگم که شده مثل اون قدیما بیام و موقعی سال تحویل پای سفره هفت سین بشینم پیش قوم و خویشا، اما خب انگار قسمت نبود. بابا جان درست نیست موقع سال تحویل اینقدر خودتو ناراحت بکنی. آخه اتفاقی نیفتاده، اینه که چیزی نیست. اصلا حاضری یه کار خوب و خداپسندانه ای بکنیم؟ مثلا چه کاری؟ الان بهت میگم. الو سلام. آره آره میدونم دیر شده. خب گرفتار شدم دیگه. شب عیده؟ نه خب پس با مهمون میام اونجا. نه میام همه چی رو توضیح میدم. بابا سوال پیچم نکن. بچه چطوره؟ منم خوبم. خیلی خوب اومدم. خداحافظ با مهمون ها. کمربند تو ببند که میخواییم همچین پرواز کنیم ها.
پاشو بیا. نه دیگه من نمیام. بابا پاشو. نه دیگه ولش. تو کیه دیگه بابا؟ پاشو پاشو بریم. آقای تهرانی به خدا من روم نمیشه، شما برو پیش خانواده، فقط زحمتی که میکشی به این سرایی داره تلفن کن، بگو مهندس پیدا کرد، بگه بیاد اینجا دنبالم، من دیگه تونه آخه مگه من میذارم بابا؟ یعنی چی؟ اصلا این کارا به تو نیومد، بری. ببین آخه اون وقت اینا میگن که این کیه برداشتی با خودت آوردی، ولش بابا جو، الان سال تعمیر میشه، بریم. من بهشون میگم یه ایرانی بسیار بسیار عزیز هستی، بریم. با خدا من خیلی خجالت میکشم، من نیام بهتره. بابا جون خجالت نداره، تو هموطن مایی، پاره تن مایی، بریم دیگه. آقای تهرانی من آخه چجوری روم بشه بیام خونه شما؟ بابا جان، بابا جان فکر کن میای خونه برادر کوچکت، تو ما رو به برادر کوچکی قبول نداری؟ اختیار دارین، من مخلص شما هستم. خیلی خوب، پس بریم. آقای تهرانی به خدا از خجالت هم چین تنم داغ شده، قلبم تالاب تالاب داره میزنه. من بابا دشمنت از خجالت تنش داغ بشه و تاب تاب بزنه، بریم دیگه بابا. من نیام آقای تهرانی به خدا. بیا آخه زشته بابا، اصلا زشت نیست، بیا با خدا خیلی خجالت. اصلا بیا ببین، ببین ما اسکی رو آب هم داریم. اه پس دو ترکه سوار شو. سوار شو. ای بابا مثل این کسی خونه نیست. بفرمون در باز کردن. بفرمون نه به خدا نه به برو خجالت هم میدی همش. بابا جان موازی باش نشکنه ها، زیاد فشارش نه. شماره تلفن ما رو بدین به آقای مهندس، بگین از الان عموشون خونه ما هستن، با ما تماس بگیرن. خب حالا بگین ببینم من چی گفتم. نه نه جانم، آقای مهندس با ما تماس بگیرن، ما که شماره از ایشون نداریم. بارکلا، خداحافظ شما، خداحافظ. چیه دخترم؟ بابا جانم بازم نواره من برداشتی؟ یه دونه نواره ازت برداشتم که داستان شب عید امسال خودمون رو تو یادداشت کنم. یادداشت کنی؟ خب بله، یعنی بنویسم بگم توش. بله رو نواره من. خب بابا جون ده تو نوار برات میخرم، حالا برو چای بریز بیا، مهمون داریم. نرگس خانم من. بابا اسم من سپیده است. بسیار سپیده خانم و نرگس من. آقای رستمی، سرایی داره گفت که با آقای مهندس تماس میگیره و میگه که شما اینجا تشریف دارین، خونه ما هستین، اصلا نگران نباشین. برای چی نگرانی آقا؟ انگار تو این دلم خونه خودتونه، بچه هم همه مال شما، نوه ها شما دور پرتو، هیچ نگران نباشید. ایشالله که همیشه سلامت باشید. شما الحمدلله چراغ خونتون روشنه، این گلام دوروبرتون. اما من چی؟ تا چشم به هم زدم همه چی دود شد رفت هوا. یادش بخیر، این موقع که میشد رعنا خانوم یه کاسه بزرگ خودش تخم مرغ رنگ میکرد می آورد میذاش وسط سفره. اما حالا 6-7 سال بود که پای سفره هفت‌سین ننشسته بود. آقا حاجی آقا چرا؟ خودت هم میدونی بچینی که کاری نداره هفت‌سین چیدن. اونجا تو مغازه ها سیر و سرکه و سماق و چه میدونم همه اینا هست، اما خب بوی عید نمیاد، به عید ما که تعطیل نمیکنن، بچه ها لباس نو نمیپوشن. همه چی هست اما دل خوش. ننه سرمون
بلند شو رفتن حیات آب جارو که آب پاشی حیات جارو که کمک کمک یواش یواش اومد تو ایبون. وقتی اومد تو ایبون دید سماورم دارم میجوشه، چای دم کرد و چایینه گذاشت روی سماور و قیلونشه برداشت و آب شرف آب تازه کرد و تنباکو هم فیز گذاشت سرش رو. برای شما بگم بچه های خوب رفت بهترین خوشکلترین چارقتش هم سرش کرد و هما نشست منتظر عمو نوروز نشست تکش داب متکا خوابش بود. عمو نوروز اومد دید که ننه سرما خوابه، دلش نیما بیدارش کنه، یه چای ریخ خورد و آتش سر قیلون گذاشت و قیلونش هم کشید و یه گل بنفشه هم زد به اینجن چارقت ننه سرما رد. یه وقت بیدار شد دید بله عمو نوروز اومد و رفته. ببخشید مادر جان، خیلی قشنگ شما تعریف کردی، ولی این گل بنفشه رو خود ننه سرما میزنه گوشه چارقدش. نه حاج آقا، اون گل عمو نوروز میزنه برای خاطری که تشکر میکنه، گل میزنه به گوشه چارقدش رو میره. آخه عمو نوروز که نمیتونسته بیاد بره تو خونه اون گل به چینه بزنه به چارقدش، خودش از قبل زده دیگه. چرا نمیدونه؟ عمو نوروز همه جا میدونه برای نمیدونه گل به نفشه بیسنه بیاد. مادر جون من خودم توی کتاب خوندم. حاجی آقا کتاب بلش بود، من صد لبر تایسی قصه رو گفتم شنفتم، حالا شما کتاب برام میارید به کار؟ کتاب بلش بود، من قبول ندارم کتاب. خب با هم توفیری نداره. چطور توفیری نمیکنه؟ خیلی هم فرق میکنه. خب شما چی میگی مادر؟ من حرف خودم میزنم، من میگم که او گل بنفشه عمو نوروز زده. خب شما چی میگی آقای رستمی؟ من باید اون کتابو بیارم به مادر نشون بدم. نشون بدی ندی، من حرف خودم میزنم، عمو نوروز زده. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. پدر بزرگ اینا یعنی چی؟ دختر گلم، یعنی ای گرداننده دلها و دیده ها، ای تدبیر کننده شب و روز، ای گرداننده سال و ماه، حال ما را به بهترین حال بازگردان. خدایا همه مریضا رو شفا بده، همه آواره ها رو به خونه هاشون برگردون، مهر و محبت هم از دلها نگی. آمین. خدایا به زمین برکت، به دلها عشق و به قلدرا انسانیت عطا بفرما. آمین. خدایا ازت ممنونم که یه بار دیگه عید تو خونه خودم بودم. مبارکه. مبارکه. مادر عید شما مبارک. خانوم عید شما مبارک. عیدتون مبارک باشه. ان شاء الله سال خوبی در پیش داشته باشید. همچنین برای شما. قربون شما. زن بیا بوسم بده. عید مبارک شما. فدات بشم عزیزم. برو. عید مبارک. خدا جان قابل شما رو. دست شما درد نکنه. آخه به مهمون ناخونده که عیدی نمیدن که. اختیار داری. پس عیدی ما چی شد خانم؟